من سامانم، 30 ساله، از تهران. الان حدود 4 ساله که وارد آمریکا شدم و طراحی مد میخونم. من توی خانواده نسبتاً متوسط و هم از نظر تعداد، هم از نظر مالی، هم از نظر تحصیلی به دنیا اومدم و خب شرایط بزرگ شدنم هم مثل اکثر خانواده های ایرانی یه رگه‌ای از مذهب و یه رگه‌ای از خرافات و قاطی شده بود. تو یه همچین خانواده‌ای به دنیا اومدم. تو خانواده ما من باورمو بیشتر از مادرم گرفتم، به خاطر اینکه پدر من یه مقدار خرافاتی تر بود، مادرم مذهبی تر بود. برای همین خب بچه هم تو سن پایین‌تر بیشتر با مادراشون هستن. منم باورمو بیشتر از مادرم گرفتم. من یه مقطعی از زندگیم بود که به خاطر یه سری از شرایط مجبور شدم از خونه پدر مادرم برم. یه مدت با مادر بزرگم زندگی کردم، بعد که مادر بزرگم رو از دست دادم به خاطر اینکه جا نداشتم مجبور شدم برم سربازی. وقتی که از سربازی برگشتم، حالا یه چه میدونم خونه استیجاری به قول معروف تونستم بگیرم اون موقع، ولی یه روز صبح عقاب پاشدم دیدم فایده نداره، این مسیری که من دارم میرم به هیچ جا نمیرسه. تصمیم گرفتم که ایران رو ترک کنم. پدر مادرم از دو قشر متفاوت جامعه بودن. این ازدواجشون خیلی قدیمی بوده، از اینا که پدر من با دایی بزرگم دوست بوده و مثلا چاکرم مخلصم بیا خواهرمو بگیر، تو این سیستم ازدواج کردن. نه شناختی داشتن، نه با هم برن یه کتابی بخرن، یه رستورانی برن، یه دوتا چه میدونم سینما برن، اصلا اینجوری نبوده. این ازدواجم خب ثمرش 3 تا بچه بوده دیگه. بالاخره همه انگوشتام هم که حاجی شبیه هم نیستن دیگه. یا مثلا این یه بچه خیلی حرف گوش کن‌تر و خیلی یه بچه مثلا چه میدونم سرکش‌تره. منم خب جز آدمی بودم که از همون بچگی یه مقدار شیطون بودم دیگه. شیطون یه بچگیم خیلی بیشتر از حد معمول بود. من یه اخلاقی داشتم، این بوده که به خاطر اینکه حالا یه مقدار آدم شوخی بودم و یه مقدار انرژی خاصی داشتم، همیشه دوست دورم زیاد بوده، آدم دورم زیاد بوده. خب اینجوری هم نبوده که همش با آدمای تاریک جامعه مثلا بخوام رفاقت کنم، با آدمای وسط جامعه، بعضن آدمای تحصیل کرده جامعه هم بالاخره دوست بودم و همیشه دوست داشتم یه چیزی رو مثلا اگه نمیدونم برم تحقیق کنم در موردش، مطالعه کنم در موردش، حالا در سطح سطحی، در سطح چه میدونم معمولی بدونم چیه. من تو 3 یا 4 مرحله از زندگیم باورم عوض شده. یه مرحله از زندگیم مثلا بی‌دین و ایمون و بی‌وطن بودم. یعنی اصلا میگفتم آقا هر کی دین و ایمون داره، هر کی وطن داره، هر کی به هر چی باور داره اصلا آدم درستی نیست. چیزم هم چی بود؟ مثلا نظریه هم چی بود؟ میگفتم آدم این ساختمونای بلند رو نگاه میکنه بعد چجوری به خدا تو باور داری؟ اینا رو بشر ساخته، خدا میتونه چی بسازه؟ یه مقطعی از زندگی من برگشتم اصلا یه جوری طرفدار اسلامی شدم. نه خودم طرفدار اسلام باشم، اما میگفتم که اگه اسلام، اگه هر دینی تو هر کشوری هست، اون دین برای اون کشور لازم و واجبه. یعنی اعتقادم این بود که آقا اسلام شیعه برای ایران لازم و واجبه، هر کی هم که نیست باید پوستش کنده شه. ولی یه جایی از زندگیم رسیدم اصلا گفتم آقا اینا همه برای اینکه آدم در تنهاییش، وقتی که تو تاریکیه، وقتی که در حال ترسیدنه، یه نوری پیدا کنه. یعنی خداوند
یا کلمه پروردگار برای اینکه آدم از تنهایی به اون پناه ببره. حالا لزوماً یا کاری میکنه یا کاری نمیکنه، اونشو نه من در حدی هم که بگم، نه تایید کنم نه رد کنم نه کسی، ولی خب حداقلش اینه که وقتی که آدم نیازمنده میتونه بره پناه ببره به یه جایی. این باور آخرمه. من یه مقطعی از زندگیم یه چند تا دوست پیدا کردم که چه میدونم پیرو دینای دیگه ای بودن. من خب مثلا تا قبل از اون، این مخصوصا تو پرانتز بگم، مال موقعی که ایران بودم، من هیچ وقت دوستی نداشتم که با دین دیگه ای باشه. اگرم بود من نمیدونستم، ولی خب وقتی که پامو از ایران یا به قول معروف از محیط کوچمون پامونو گذاشتم بیرون، من دوستایی پیدا کردم که خب مال پیرو ادیان دیگه ای بودن. بعد نظرم عوض شد، گفتم خب آقا، یعنی این بنده خدا که الان رفیق ماه، الان دوست ماه، با هم سر یه سفره غذا میخوریم، خب حالا این چون دین داره باید بگیم پوست اینو بکنن؟ خب این که نشد. بس اون نظریه اشتباهه، مثلا راهش غلطه، کارش اشتباهه. من روزی که اومدم آمریکا، رفتم کجا؟ فلوریدا بودم، تمپا. خب نه رفیقی داشتم اینجا، نه چه میدونم یه فارسی زبونی مثلا همراه هم بود، نه آشنایی داشته، چه فک و فامیل هم داشتیم ها، ولی خب چون رابطه آنچنانی نداشتیم، یعنی در از نداشتیم. من اومدم فلوریدا، به خدا چنان پوسی از من کنده شد تو همون فلوریدا، با خودم میگفتم من عجب غلطی کردم، عجب خودمو نابود، آخه اینجا کجای من اومدم؟ هوا گرم، میخوای بری یه دونه آب معدنی بخری، این پارکینگای فروشگاه‌های بزرگ پیاده وسط این پارکینگ رو، یه آب معدنی میخوای بریزی تای گلودی آب میخوای بود. یه دو ماه من تو همین آمریکا، به هر کی میگی باور، دو ماه من میرفتم از در کلیسا تو صف وای هوملسا وای میسام غذا میگرفتم تو همین آمریکا. کی باورش میشه؟ میاد به خدا یارو مثلا 6 ماه بود حموم نرفته بود، من نفر پشتیش بودم، باورم نمیشد که یه همچین چیزی میشه. خب بود دیگه. یه موقعی بود که مثلا من از خواب که پا میشدم یا هر اتفاقی که میافتاد، همش تو ذهنم این بود که برم مثلا ایران یه بیزینس بزنم، یه همچین کاری بکنم، مثلا چه میدونم، این روی تو ذهنم خیلی کارا رو پیش می بردم، ایرانم بود توش. ولی یه روز از خواب پاشدم، با خودم تصمیم گرفتم، گفتم اصلا چرا مرز بذارم؟ نه اینکه حالا چی مثلا بخوام ایرانو بکوبونم یا اینجا رو ببرم بالا یا اینجا رو بکوبونم، گفتم اصلا چرا من مرز بذارم؟ من فرض میکنم که ایران یه شهری بوده، که اصلا فرض نداره، ایران یه شهری از جهانه، آمریکا هم یه شهر دیگه ای از جهانه. من یه زمانی توی ایران بودم، حالا اومدم توی آمریکا. به قول معروف همین باغچه جلو در خونه خودم هم بیل بزنم، حالا چی کاریه؟ من اینجا هستم، به اونجا دارم فکر میکنم، بعدم برم اونجا دو به اینجا فکر کنم. خب هم به همینجا که هستم هم اینجا رو فکر میکنم. اگه یه شرایطی شد یا بر حسب اتفاق من برگشتم، خب به اونجا فکر میکنم. مرزهای باوری هم تو ذهن من پاک شده، یعنی برای من فرقی نداره شخص خود من، حالا دولت ها و کشور ها و مردم دیگه براشون خیلی مهمه، برای من فرقی نداره اگه یه آدم بیدین باشه، یه آدم مثلا چه میدونم بهایی باشه، یه آدم مسیحی باشه، برای من واقعا فرقی نداره، به خاطر اینکه من دل اون آدمو میبینم، من انسانیت اون آدمو میبینم، من اون چه میدونم دست گرمی که به من میده رو من اونو میبینم. حالا من چیکار دارم که تو خلوت خودش چی میپرسته؟ اگه با پرستش اون آروم میشه، دمش گرم. من خودمم اگه یه نفر بخواد توی مسائل شخصی، باور، عشق یا حالا چیزایی که از دید من مرزبندی شده قرمزه، شخصیه، بخواد ورود کنه، جلوش وای میستم. آقا منم یه اعتقادی دارم، شما میخوای بدونی من چی میپرستم؟ آقا من اینو میپرستم.
اوکی، تا موقعی که اعتنام من نوکرتم، اطلاعاتش چیه؟ اطلاعاتش هم اینه. توی ایران به دلایل شرایط خاصم نتونستم درس بخونم، ولی وقتی که وارد اینجا شدم دیدم خب راه بازه، کمک میکنن. بعدم خب اون رشته‌ای که دوست داشتم اینجا بود، دم دستم بود. خب دیگه چه چیزی بهتر از این زیگهوار تابور دانش بشون رفتم توش. من از بچگی علاقه به این رشته یا کار کردن تو این زمینه رو داشتم، ولی خب پدرم خیلی مخالف این قضیه بود. مثلا میگفت مگه این رشته است؟ اون قدیمی ها بیشتر دوستش دکتر مهندس بود دیگه، این ور اون ورش دیگه چیز بود، مکانیکی معمولی باید میرفته، یا دکتر یا مهندس یا مکانیک. وقتی که طراحی میکنم، کلا وقتی به پارچ و وسایل طراحی و یا یه طرح رو کاغذ میکنم، احساس میکنم که خودم. حالا به چه منظور؟ به این منظور که واقعا از ته قلبم احساس میکنم خودم، چون خالق یه چیزی هم. خیلی لذت بخشه که شما یه چیزی رو خلق کنی، حالا هرچی میتونه باشه. حالا تو ذهنم که خیلی موفق شدم، حالا تو واقعیت هنوز که نشدم، ولی امیدوارم بشم. مرزبندی تو این رشته وجود نداره. یکی از دلایلی که من این رشته رو دوست دارم همین نبود مرزها تو این رشته است. به خاطر اینکه یه طراح لباس شما نگاه میکنی، میبینی از همه فرهنگا، از همه کشورها میاد الگو برمیداره و مثلا خالق یه طرحی میشه. تو وقتی که یه لباس رو طراحی میکنی، دیگه این لباس تصمیم نمیگیره که، یا این طرح تو تصمیم نمیگیره که تو تن یه قشر خاصی بره. خیلی صادقانه تو تن همه میتونه بره، چه میدونم یهودی باشه، مسیحی باشه، سرخپوست باشه، سیاه‌پوست باشه، بهایی باشه. این موضوع یعنی که مرزهایی نیست، حداقلش بین اون لباس و اون آدمایی که اون لباس رو میپوشن. و خب یه طراح هم وقتی این موضوع رو میبینه خیلی خوشحال میشه دیگه، مرزی نیست لباسش تو تن یه سرخپوست، یه بهایی، یه مسیحی، چقدر خوشحال کننده است. اگه آموزش رو درست کنن، انسانیت رو تو هر آدم، یعنی من خودم انسانیت رو درون، وقتی که چه میدونم یه دین دیگه که اصلا چه میدونم شاید من اعتقادی هم ندارم بهش، وقتی که زدنش یا ظلم کردن بهش، من وقتی از درون ناراحتم، نه فیلم بازی کنم بگم ببین چقدر بد، از درون قلبم وقتی به درد اومد، اون موقع دنیا درست میشه. مردم دنیا خیلی کارا دارن بکنن. اول اندش که انسانیت توی مردم دنیا مرده، یعنی شما جایی ناراحت میشی که به نفعت. آرزوی من اینه که تمام بچه‌هایی که تو سن پایینن، فطرتشون هنوز پاکه، بتونن تحت آموزش درست قرار بگیرن، که حداقل وقتی هم سن ما شدن به هم ظلم نکنن، هوای همدیگر رو داشته باشه. دنیا جای قشنگتری میشه بدون این مسائل و بدون مرزبندی.